فضای مجازی چه تأثیری و چه رولی بر خانواده داره. قبل از اینکه ما بیایم روی اصل مطلب برام، برای میخوایم بگویم که یک کلمه به اسم کنترل وجود داره که میتونه نقش خیلی مهم بر این موضوع داشته باشه و همچنان تاثیرات مثبت و منفی هر کاری داره و همچنان فضای مجازی همچنان تاثیرات مثبت و منفی خود داره. تأثیرات مثبتی که داره، یکیش این میتونه باشه که میتونیم با اقوام خویشاوندان خود ارتباط برقرار بکنیم. به طور مثال دو تا زوج میتونن ارتباط برقرار بکنه، فامیل، خانواده، والدین و کسان دیگه. تأثیرات مثبت دیگه ای است که میتونه برنامه‌های آموزشی از اون کسب بکنه و یاد بگیره و از زمان خود کم بکنه و کاهش پیدا بکنه و مسائل دیگر. قطعا صفحات مجازی تأثیر بالای خانواده‌ها دارد. گاهن اگر این صفحات مجازی یا صفحه مجازی اگر به طور منفی استفاده شود و استفاده درست نشود، طبعا ضررهای روی خانواده ها دارد. اولین ضرر محبت ها را از خانواده ها برمیچیند و سبب یک ناهنجاری در درون خانواده میشه اگر درست مدیریت نشود. استفاده از فضای مجازی در خانواده ها میتونم تاثیرات مثبتی داشته باشم، تاثیرات منفی. تاثیرات مثبت در صورتی داره که با رعایت قوانین استفاده شود. مثلا وقتی اعضای یک خانواده از فضای مجازی استفاده میکنن، همیشون نباید 24 ساعت غرق در دنیای مجازی باشن که حتی خانواده را فراموش بکنن. اما قدر نیازی که ضرورت هسته به خاطر درس های آنلاین و همچنان ارتباط با اساتید استفاده کنن، هی تاثیرات خودش داره. مثلا به خاطر دریافت معلومات باشه یا به خاطر ارتباط با اساتید و دریافت درس ها باشه، هیچ تاثیر منفی نمی داشته باشه. اما اگر به خاطر وقت ضایع کردن و به صورت مداوم از دنیای مجازی استفاده کنن، باعث میشه از خانواده بسیار دور شه و یک بی‌نظمی در خانواده ایجاد میشه. اگر استفاده درست از فضای مجازی نشه، تاشون زیاد اگر وقت ولی فضای مجازی بعد ما اقل از خانواده خود دور میشیم، بغزری به فکر خانواده نیم، تاثیرات منفی هم بعد ولی خانواده داره. فضای مجازی بر علاوه تاثیرهای مثبتی که روی خانواده روی جامعه داره، تاثیرهای منفی بیشتر تاثیر منفیش روی خانواده هسته و باعث از همپاشی و ایجاد چالش های زیادی در خانواده میشه. البته یک وسیله خوب ارتباطی برای خانواده در اکثر در تمام دنیا هست. صفحه مجازی همونطور که از نامش پیدا هست، صفحه مجازی هست، یعنی در ذهن انسان هست. صفحه مجازی می توانیم بگوییم که دو تا صفحه دارد، یکی صفحه تاریکی و دیگر صفحه روشنایی. ما و شما بستگی به خود ما و شما دارد که چطور از این صفحات استفاده می کنیم. اگر از صفحات روشناییش استفاده کنیم، در واقع یک راه میانبری هست، ما و شما می توانیم زودتر به مطلوبمان برسیم. و همچنان اگر از صفحه سیاهی و تاریکیش استفاده کنیم، باز هم همین حکم را دارد.